شب بخیر همیهنان گرامی در آریابون، روز خوش همرزمان در اروپا و همچنین یاران در آمریکای شمالی و سایر نقاط دنیا به هر وسیله‌ای که صدای ما رو میشنوند و در کنار ما هستند. امروز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است، برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما در یک ساعت آینده با مطالبی که از نظر ما بسیار مهمه در لحظه کنونی برای هدف آزادسازی میهن و استقرار آیین ریشه‌ای. در جلسات گذشته برنامه رادیو تندر که همزمان از تلویزیون آپادانا پخش میشه و مخاطبین نوینی هم پیدا کرده، در مورد راه‌حل‌های مهم مبارزاتی کنونیست در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که تا افکار واهی، نقطه نظرات نادرست رو ما از صحنه سیاسی بیرون نکنیم، تا با آنها برخورد نکنیم، پر واضح هست که صد و موانع بسیاری بر سر راه آزادسازی موجود خواهد بود. مسئله هست که میگن چون مشکل حل شود آسان شود. تمام کوشش سیاستمدارا، فلاسفه، اندیشمندان در این است که اون راه حل پیدا کنند. وقتی که راه حل پیدا شد، بله، مشکل آسان میشه، همه میتونن این کار رو انجام بدن. ما 32 سال تجربه رو پشت سر گذاشتیم و برخلاف نظر بسیاری ها آب در هاون نکوبیدیم، به بیراه هم نرفتیم، بلکه این 32 سال نیاز ما بود که ایرانی ها افکار خودشون رو جمع جور کنن، خواسته هاشون رو مرتب بکنن، به اون چیزی که درست هست پی ببرن. بعد از 32 سال این افکار جمع جور شده، مرتب شده و در اختیار ما هست، اختیار ایرانی ها هست. اون چیزی که در سالهای گذشته، به خصوص این 4 سال گذشته، شما شاهد اون بودید، کوشش دشمنان میهن ما برای خاک پاچیدن در چشم جوانان، برای به هدر دادن نیروهای رزمی، برای به انحراف کشوندن هر حرکت سیاسی بوده، چیز دیگری نیست. اتفاقی نیست که مطالب دسته شده ای از بخش مهمی از رسانه‌های فارسی زبان پخش میشه. اتفاقی نیست که مراکز مهمی در خارج از کشور به وجود آمده و هدفشون یاد دادن دموکراسی به ماست. هدفشون آموزش مبارزینی که در صحنه وجود دارن هست. هدفشون اون چیزی که میگن بر بالای سایت وایس آف امریکا نوشته، ما به دنبال حقیقت هستیم، حقیقت رو منعکس میکنیم، تصمیم با شماست. چرا این کارو میکنن؟ ما ازشون خواستیم اینا حقیقت رو با ما نشون بدن. شاید ایرانی ها دلشون بخواد در جهل دست پا بزنن. ما کی از شما دعوت کردیم حقیقت رو به ما بیاموزید؟ کی از شما دعوت کردیم دموکراسی رو به ما یاد بدین؟ کی خواسته؟ کدوم یکی از مبارزین دعوت کرده از ایالات متحده آمریکا، غیر از خائنین، که به ما دموکراسی یاد بدن؟ اگر ما این دموکراسی نخواهیم چه کار باید بکنیم؟
چرا پول خرج میکنم؟ چرا بودجه دویچه وله یک دفعه 10 برابر میشه؟ چرا بی بی سی بودجهش افزایش پیدا میکنه؟ دیگه یواش یواش حتی دایی جان ناپلون هم که سالها پیش از سقوط دولت پادشاهی یا مهر فعالیت میکرد هم میدونه. اما دیگری ها چرا؟ دیگری ها چرا دلسوز ما شدن؟ دیگری ها در هفته گذشته نشون دادیم دلسوز ما شدن بعد اینکه میدونن ایرانی ها دارن تکون میخورن. در طی هفته یاران بسیار قدیمی انجمن پادشاهی تماس گرفتن. میگم بسیار قدیمی برای اینکه بسیاری از فعالیت ها رو نمیدونستن. نمیدونستن که رادیو تندری موجود هست، نمیدونستن که جنبش تندری موجود هست، نمیدونستن که اصلا فعالیتی موجود هست، برای اینکه خب رسانه ها به روی ما بسته بود. اون چیزی هم که با بودجه شخصی بعضی از افراد انجمن پادشاهی تهیه شده بود اونقدر نارسا بود، به خصوص در آمریکای شمالی که اینا نمیدونستن اصلا ما یه همچی چیزایی موجود هست. تماس اونها، سوال ایشون یکی از یاران قدیمی این بود که نظرتون به بیغیرتی مردم در آمریکا چیست؟ پاسخ من این بود که به هیچ وجه بیغیرت نیستن ایرانی ها، به هیچ وجه بیغیرت نیستن، خیلی هم با غیرت هستن. از ایشون پرسیدم کدوم راه حل ارائه شده که معقول، که دقیق، که حساب شده است و ایرانی ها نپذیرفتن. کدوم طرح و برنامه جدی در این صحنه سیاسی مطرح شده که ایرانی ها نپذیرفتن؟ کدوم انحراف فکری رو ایرانی ها خونسا نکردند؟ این ور ماجرا رو نگاه بکنید. این که مردم به فراخوان‌های عبدالخیاری عده‌ای در تلویزیون‌ها پاسخ نمی‌دن نشانه هوشیاری ملت ماست. برعکس، اگر به دنبال حخاها، به دنبال رفراندومچی‌ها، به دنبال گدایان دموکراسی از درگاه کاخ سفید پاسخ مثبت می‌دادن، می‌بایست در عقل و شعور این ملت شک میکردیم. نکردن، پاسخ ندادن و به درستی هم پاسخ ندادن. میدونین چرا؟ برای اینکه قدرت دشمن، قدرت تبلیغاتی دشمن، به خصوص در عصر جدید، در عصر اینفورمیشن، در عصری که اطلاعات تبدیل به کالا شده و میشه خرید و فروخت، در این عصر وقتی افکار مردم رو بخوای هدایت بکنی و تخریب بکنی با پول میشه تا الان انجام داد. کردند، دوام نیورد، شکست خوردند، شکست خوردند و ملت ایران تا کنون پیروز هست که پاسخ به این مطالب نداده. باور ندارید؟ هفته گذشته من بهتون نشون دادم که چه چیزهایی دارن تزریق میکنن در افکار ایرانی ها. مطالبی که قدرت های بیگانه دارن تزریق میکنن در افکار ایرانی ها میشود خونسا کرد، کما این که تا کنون خونسا شده. همین این که به یک فراخوان 25 نمیدونم خرداد بود، بهمن بود، چی بود، پاسخ مثبت نمیدن به خاطر اینکه هوشیار هستن، به خاطر اینکه میدونه ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن. سرکوف به افرادی بزنید، سرکوف به سازمان‌هایی بزنید، سازمان‌های سیاسی بزنید که هدفشون خدمت به مردم نیست، هدفشون پر کردن جیب هاشونه.
از نظر روحی، از نظر دانش عقب مانده هستند و تبدیل خودشون تبدیل به اهرم‌های فشار ابرقدرت ها شدند. فریادشون این روزها اینه که ما باید برای ملت ایران لابیگری کنیم، ما باید از نام و حیثیت ملی خودمون استفاده بکنیم، روابط خوب با سیاستمداران بیگانه برقرار کنیم، منافع آنها را در نظر بگیریم، خواستهای ملت خود را با منافع آنها ممزوج کنیم، که این توی این جمله تکیه روی دومیست، روی ممزوج کردن. منظورشون اینه، بلوره یعنی اینی که خواست ملت گوره باباش، ببینیم اینا چی میخوان و ما انجام بدیم. اسم ببرم این سازمان ها رو، میشناسین شما؟ اسم ببرم این افراد رو، میشناسین شما؟ نگاه کنید در این سال ها چه کار کردن، مخالفتشون با ما چیست؟ مخالفتشون دقیقا با ما این است که ما این بازی رو به هم میزنیم، میگیم نمیخوایم، ما خواستهای خودمون رو داریم، ما اهداف خودمون رو داریم، اهدافمون هم اهداف ملی است. ما نمیخوایم دموکراسی رو گدایی کنیم، ما میخوایم آقای خودمون باشیم، ما میخوایم جوان ایرانی آقای خودش باشیم. در این میون یکی از سخنرانی های محمد رضا علی زمانی در رادیو تندر دقیقا همین بود که حالا در جلسات آینده صحبت های مختلف رو ما ردیف میکنیم، براتون میذاریم کیا چی گفتن و چه کسانی چی میگویند. همین الان اشاره میکنه به 120 انحراف سیاسی در لحظه کنونی ایران، سخنرانی مربوط به 4 سال پیش که میشمره. بسیاری از این انحرافات سیاسی رو هم اکنون میدونید شما، بسیاری از این انحرافات سیاسی که به شکل سرگرمی سیاسی ظاهر شده برای ارضا کردن احساسات شخصی افراد در خارج کشور و روی سخن ما امروز با اونهاست، روی سخن ما همون گونه که هفته های پیش هم مرتب گفتیم، روی سخنمون با افراد خارج کشوره، به خصوص طرفداران فرود فولادوند. صد و بیست انحراف سیاسی بشمرن، یکیش همین جریان حقوق و بشر، برای اینکه فردی در ایران به خاطر فعالیت سیاسیش گرفته میشه، عده‌ای رو جمع میکنن در خارج کشور و در داخل کشور و میگن این حقوق بشر داره. خیلی خوب، این فرد سیاسی حقوق بشر داره. قوانین جمهوری اسلامی چی میگه؟ نگاه کنید الان این فرمول رو ما میذاریم روی میز، ببینید اصلا سر و ته داره یا نه، اصلا مبارزه است یا نه. قانون شرعیه در ایران بر اساس قرآنه، انما جزاء الذین یحاربون الله، جزای کسی که حرب میکنه با الله، جنگ میکنه با الله. صدها بار فرود فولادوند برای شما خوند. یا این است که به دار آویخته بشه، یسلبو، یا تقطیع ایدی هم دست و پاش برخلاف هم دیگه ببره. تفسیرشو میذاریم بعدم از صحبت های فرود فولادوند. یا به صلیب کشیده بشه، یا دست و پاش برخلاف بریده بشه، یا اعدام بشه، یا یونف من الارض، یا از نابود بشه، از زمین بره. به زبان ساده تر، کسی که با الله، الله حالا کیه؟ یا خود الله، یا رسولش، یا
کسانی که بعد از اون میان، هم یعنی آخوندا. کشته بشه، نابود بشه. زنا سنگساره. عرض به حضور شما، کسی که با دولت می جنگه قتله، باید کشتش، یا باید نابودش کرد، یا به صلیب کشیدش، یا به دار کشیدش. تفسیرهای مختلفه از آخوندهای مختلف، از جمله از استاد فولادوند، که تمام طرفداران فرود فولادوند این آیه رو صدها بار شنیدن، هزاران بار تفسیرش شنیدن که قرآن چیه، قوانین اسلامی چیه. خب جوانی رو به خاطر فعالیت سیاسی میگیرن، رادیوها، مراکز سیاسی، مراکز مبارزاتی، مبارزات اینجوری، حقوق بشری در خارج کشور بسیج میشن که این فرد حقوق بشری داره و از همه مهمتر اون محارب نیست. همه میخوان ثابت بکنن که آقا جون، آیا اوباما توجه بفرمایید، در ایران میخوان یکی رو بکشن که اینی که میخوان بکشن با دولت سر ستیز نداره. طرفداران انجمن پادشاهی، طرفداران فرود فولادوند هم میرن دنبالش، کلیک میکنن، لایک میزنن، آخه این نکشته نشه. انحراف، انحراف سیاسی است. ممکنه در اثر فعالیت شما این هنر جنگی است که وقتی اسیری گرفتار میشه از تمام امکانات استفاده کنه، از جمله از همین جریان. درست، کاملا درست. اشتباه نکنید ما داریم چی میگیم. اشتباه بر سر این نیست که میگیم فعالیت حقوق بشری معنی نداره در ایران. در ایران بسیار هم معنی داره. در ایران اگر تو میتونی ثابت کنی این فردی که دستگیر شده اصلا ارتباطی با یک سازمان سیاسی نداشته، باید بکنی. اون فردی که دستگیر شده جزو هنر رزمیش اینه که در اسارت درد سر برای زندانبان به وجود بیاره. جنگ تا آخرین لحظه، حتی تا لب دار هم میره، تا زمانی که میخواد تیربارون بشه، از هر لحظه برای مبارزه باید استفاده بکنه. و نخستین وظیفه یک اسیر که به دست دشمن میافته نجات خودشه. از اون لحظه وظایف سیاسیش بلا فاصله تغییر میکنه. اینها تمام هنر جنگیدنه، جزو هنر جنگیدنه. ما داریم یک مطلب دیگر رو نگاه میکنیم، محدود کردن مبارزات یک ملت به این که جمع بشن تمام نیروشون رو روی این بذارن که یک فردی در ایران سنگسار نشه، تمام مبارزاتشون رو محدود بکنن به این که یک فرد در ایران محارب شناخته نشه. این خطاست. این مطالبی است که جلوی پای ما میذارن و میکنن، میبینید که میکنن. روی سخنم با طرفداران انجمن پادشاهی، روی سخنم با طرفداران فرود فولادوند، این اون چیزیه که یاد گرفتی، این اون چیزیه که از فرود فولادوند یاد گرفتید. شما از فرود فولادوند یاد گرفتید که شب و روز تو زندگیتون در خارج از کشور این باشه که یک سر به فیسبوک بزنید ببینید چه مطلبی، کدوم خبرگزاری برای ما تهیه کرده و اون رو منعکس بکنید. قطعا نه. اگر طرفدار فولادوند هستید باید چیزهای دیگری رو بپذیرید. باید به دنبال سیاست مشت و گلوله باشید. میدونید که یعنی چی؟ میدونید که یعنی شاخ به شاخ شدن با جمهوری اسلامی. میدونید که یه مقدار باید بیشتر زحمت بکشید. طرفداران دین بهی
طرفداران زرتشت اندیشه نیک، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک چی شده؟ تبدیل به چی شده؟ اندیشه نیک چیه امروز؟ گفتار نیک چیه امروز؟ کردار نیک چیه امروز؟ اندیشه نیک این است که در خارج کشور بنشینیم، در فکر این باشیم که تعداد فرندامون و دوستامون رو در فیسبوک بالا ببریم، فرند و دوستانی که همه کاوه ایرانی، کوروش، نمیدونستم ایران اینقدر کوروش داره، زرتشت، بابک خرمدین، بابک های خرمدینی که نه شمشیر تو دستشون هست، نه حاضر هستن به کسانی که شمشیر در دستشون کمک بکنن. این کردار نیکه. بذارید چند، من زیاد صحبت نکنم، چند کلمه رو از فرود فولادون بشنویم. درود به همه خوبان. نیکان، نیکندیشان، نیکپنداران، نیکگفتاران و نیکشرداران. برخی از بیسوادها و براستی آدم های عمول آمی گمان میکنن که اگر در آیین زرتشت آمده و آمده جز قانون اساسی زرتشتیت آمده که پندار یا اندیشه نیک، گفتار و یا سخن نیک، کردار و یا کار نیک، اگر این سه واژه آمده شما باید در نتیجه تسلیم باشی که دشمنت هر بلایی میخواد به سرت بیاره بیاره، و اگر شما نطق بکشی این در حقیقت گفتار تو گفتار نیک نیست، کردار تو کردار نیک نیست و پندارت هم پندار نیک نیست. این رو کاملا عکسش درسته، برعکس این قضیه درسته. پندار نیک هنگامیست که شما اندیشه نیک برای جامعه داشته باشید، ولی اگر اهریمن و یا خون کثیف بدخواه بخواد در جامعه رشد پیدا کنه با او پیکار کنی. آنچنان که در گاته های زرتشت این رو میگه، میگه یکی از بخش های نیک، اندیشه نیک، پندار و یا اندیشه نیک، گفتار و یا سخن نیک و کردار نیک اینه که شما با بازو و زبان با اهریمن بدخواه و بدکیش به جنگید، مبارزه کنید. شما نمیتونید به اسم این که من پندارم نیکه، گفتارم نیکه، کردارم نیکه، بینشینید تا یک بدکردار، بدزبان، بدگفتار، بدندیش برای شما هر غلطی دلش میخواد بکنه بگید من آخو چون پندارم نیکه، گفتارم نیکه، بگذارم او هی به من فرش بده. این درست نیست. اصلا در از قاموس آدمیت و در قاموس آدمیت راستین جا نمیتونه داشته باشه. بدکرداریست که اهریمن و دشمن بخواد به شما تجاوز کنه و شما سکوت کنید. بدکرداریست که اهریمن و دشمن بخواد شما را نابود بکنه و شما بگید اگر من شمشیر رو زودتر بکشم و این دشمن را از بین ببرم یه آدمی رو کشتم. خب اگر این او را از نکشی او ده آدم رو خواهد کشت. بنابراین بدکرداری در اینجاست که شما اجازه رشد به دشمن رو بدید. و یکی از به اصطلاح بازار مکاری بدکرداری امروز در میهن ما، میهن ما شده و در میهن ماست آدم هایی که به حساب این که ما چیکار میکنیم اگه دست دراز بکنیم آدم از بمیره فلان میشه، این کاملا خطاست. اگر دست دراز نکنید و اگر این رژیم رو نذارید، اگر امروز صد رژیم میکشه، در آینده با اتمی شدنش، با براه انداختن جنگ های مذهبی در سرتاسر جهان میلیون خواهد کشت. پس به همون واژه تازی باید اتکا کرد که میگه اقتل المؤذی قبل ان یؤذی، یعنی
مؤذی یعنی کسی که اذیت میرساند، آزار میرساند رو بکش پیش از اینکه آزار برسونه. اما شما اندیشه کشتار نداشته باش. شما در جامعه حق نداری، نه تنها حق نداری که قدید ضعیف رو بکشی، که حتی شرط انسانیت و شرف آدم اینه که در دفاع از انسان ضعیف جانت رو هم قربان بکنی، فدا بکنی، فدا و به اصطلاح جانباز ضعیفان باشی. اما چه کسی گفته که در برابر زور و در برابر ستم باید ساکت بشینی که هندار و گفتار و کردار نیک رعایت شده باشی؟ پس آدوتن ساکت نشستن و پاسخ نگفتن به اهریمن اونج کردار بده، اونج پندار بده، و کسی که این حرف رو بزنه اونج گفتار بد رو برگزیده. ما در شرایط ویژه‌ای که این میهن گرفتار ما قرار داره، ما باید روی این قضیه بسیار فکر بکنیم و تصمیم گیری فوری داشته باشیم. سرمایه های نفتی ما داره هزینه میشه در کشورهای فقیر که به این شیبشه که زیر دم مادگاه براش پرستیج بخرن. چیگو من آشکارا در کشورهای فقیر سر راه هر کجا که رفتم دیدم. یک، و خب میدونید هنناس یا تداون علا دین ملوکی همه، مردمان پیرو دین فرمان روایانشون هستن. در کشورهای جهان سومی، کشورهای فقیر زده و فقر زا، همیشه حکومت ها هرچی میگن این سندی میشه برای مردم فقیر و ناتوان، فقیر از نظر فرهنگی، ناتوان از نظر فرهنگی و ناتوان از نظر مادی. اگر دو تا روزنامه مزدور مثلا فلان کشور بلغار یا آلبانیا یا مثلا رومانی یا بلغار چه میتونم انواع اینها یا ترک یا یونان که البته نه مقدار زیادی من به راستی این کشور رو ندیده بودم، میشه گفت که جای درد برای ملت ایران که ما کشوری کهن‌تر داراتر و داناتر از اونها بودیم. ما به موجب سندهایی که من برای شما آوردم، ما بودیم که فرهنگ ما رو گرفتن، یونانی ها رفتن باش زندگی جاودانه برای خودشون درست کردن، اما ما هیچیم. ولی شما به یونان که وارد میشید، نظم و ترتیب و زیبایی و به هر جهت که شما نگاه کنید، این کشور بسیار بسیار زیبا، جاده های شاهکار، آسفالت های بی نظیر، مردم بسیار 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 مرفه و ما هم خب اینا جزء بخشی از سخنران صحبت ها بود که استاد فولادمند در راه ایران انجام داده بود. اشارهش به همین آیین بهیست، آیین زرتشتی، با اون چیزی که خود زرتشت میگه در بودها، اگر ساکت بشینی کردار بد کردی. خب طرفداران فولادمند، طرفداران انجمن پادشاهی، شما این کار کردید؟ شما در این 3-4 سال آیا به کدوم طرف رفتید؟ به اون طرف رفتید که نتیجهش براندازی این رژیم باشه؟ خرافه زدایی فعالیت کردی، درست؟ بسیاری از یاران هستن میگن شاید ما تا آخرین نفری که هنوز به اسلام اعتقاد داره اون رو بر نگردونیم از اعتقادش، ما به جایی نمیرسیم. همون صحبت درسته، اما بس داده میشه به کجا؟ به انفعال، به از دست کشیدن مبارزه راستین. اگر فرود فولادمند وارد صحنه شد و تازی نامه را گذاشت جلوش و برای بچه های ایران معنی کرد، هدف مشخصی داشت. هدفش این نبود که تمام دنیا از اسلام برگرده.
اونم تفسیرهای مختلف اسلامش. هدف واقعا این نبود، هدف این بود که آقا این تقدسی که برای این اسلام درست کردن ماهیت واقعیش اینه، شما میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر چیز خوبی هست پس بذار در مملکتمون باشه، اگر چیز بدی هست این رژیم آخرش باید از بین بره. بسیاری از یاران اون زمان تماس میگرفتن و میگفتن که ما میخواهیم دیویدی های استاد فولادوند رو ترجمه کنیم یا زیرنویسی بکنیم به انگلیسی و در سطح آمریکا اونو پخش کنیم که آمریکایی‌ها بفهمن ما چی میگیم. آمریکایی‌ها بفهمن ما چی میگیم. پاسخ من به قدری با مزاح، قدری با طعنه این بود که چرا میخواین آمریکایی‌ها متوجه بشن که اسلام چیز بدیه؟ اتفاقا بذار اینها در جهل مرکب در خرافات دست پا بزنن، اما بچه های ایران دست پا نزنن. آیا فکر نمی کنید حرف درست داره؟ آیا فکر نمی کنید راهی که انجمن پادشاهی برای آزادی ایران ارائه داده راه درست داریه؟ به جای رفتن به گدایی دموکراسی از درگاه اوباما، بوش، کلینتون یا از اتحادیه اروپا راه غلطیه، بلکه ما باید تمام توانمون که توانمون از اول با فکر شروع میشه، فکرمون رو متوجه این بکنیم که بچه های ایران رو تقویت بکنیم، نه همینجوری، نه رو هوا، بلکه به صورت سازمان یافته و متشکل این کار رو انجام بدیم. این برنامه هایی که امروز ما میذاریم دقیقا برای استحکام دادن پشت جبهه است. این سالهایی که این یار ما میگفت همه بی غیرت بودن، همه بی غیرت نبودن. جوانان ایران بی غیرت نبودن و خودشون رو متشکل کردن. سیاست بست و گسترش انجمنها در داخل کشور سیاستی بود که هیچگاه متوقف نشده. بچه ها فعالیت کردند، آب دیده شدند، رزم کردند، عملیات انجام دادند و در سطح خودشون موفق بودند و نیاز به یاری شما دارند. نیاز آنها سوای نیاز مالی در درجه اول پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی است. مسلماً در این تبلیغات و رساندن اطلاعات دشمن اخلال میکنه. یادتون میاد در جریان جنبش سبز که تمام رسانه های مهم جهانی مجبور بودن گزارش های بچه های ایران رو پخش بکنن؟ یادتون میاد؟ یادتون میاد بعد از کشته شدن ندا چگونه سیاستمداران خارج کشور، سیاستمداران ابرقدرت ها به دست و پا افتاده بودن که این مسئله رو چجونه میتونیم ما مهار بکنیم و وارد صحنه شدن. هنوز خون ندا روی آسفالت ها خوش نشده بود که اوباما و مرکل یه دفعه به فکر این افتادن. این پنج به علاوه یک چی شد؟ ما باید وارد مذاکره بشیم با دولت ایران. دولت ایران، دولتی که معلوم نبود یک سال بعدش اصلا سر پا بمونه، دولتی که اگر پشتیبانی اینها نبود، اگر بهانه پنج به علاوه یک نبود ضربه های شدیدتری میخورد. یادتون میاد ما چنین پشتیبانی در آینده نیاز داریم. ما اگر نتونیم، صحبتی بود که با یارانی که تماس گرفته بودن اینه، پیام اینه، ما اگر نتونیم تا شش ماه دیگه چنین پشتیبانی به وجود بیاریم و ما اگر نتونیم بعد از به وجود آوردن چنین پشتیبانی در یک سال آینده ضربات مهلک رو بزنیم، باید رویای استقلال ایران رو به فراموشی بسپاریم. بزرگتر از این نمیشه گفت. ما اگر بخوایم خودمون رو پایبند
چارچوب هایی که ابرقدرت ها برای ما گذاشتند بشیم، بزرگترین شانسی که ملت ایران در این چندین قرن داره رو از دست خواهیم داد. به دام فعالیت هایی که جز هرز دادن نیروی ما ایرانی ها چیزی دیگری هدف نداره نباشید. کسانی که امروز این ور اون ور را میافتن و تبلیغ مبارزات مدنی که تا اونجاش هیچ اشکالی نداره اما بدون خشونت رو میکنن در مقابل فردی که، در مقابل نیرویی که، در مقابل سپاهی که میگه ما برای انقلاب خون دادیم، آقای سردار سپاه میگه شما میخواین اگر انقلابی انجام بدین باید بیاین وسط خیابون و خون بدین. حرف افرادی که به ظاهر از نظر تکنیکی وارد صحنه میشن و میگن ما فکر کردیم، به نتیجه رسیدیم، استراتژی های مختلف رو بررسی کردیم و استراتژی ما کمترین هزینه رو میده، باور نکنید. یکی از دلایل دیگه، یکی از دلایل مهم طرفداران مبارزه مدنی برای سرنگونی این است که ما چون نیروی مسلح نداریم بنابراین در مبارزاتمون خشونت به کار نمیبریم که رژیم مجبور نشه خشونت به کار ببره، چون خشونت اون خیلی قوی تر از خشونت ماست. میشناسین دیگه این استدلال رو، میشناسین، هم دارن قرقره میکنن، همه وامونده های سیاسی دارن این مسئله رو قرقره میکنن. ما باید، استدلال اینه، ما باید از ابزاری که خودمون داریم استفاده کنیم. این یه فرمشه. ابزار چی داریم؟ نیروی مسلح نداریم. منظورشون نیروی مسلح سازمان یافته مثلا در جنگ استقلال طلبانه شمال جنوب آمریکا، اینجوری اینجوری فکر میکنن که اصلا در سطح میهن ما یه همچین حرفایی مطرح نیست. و چون نداریم که اکثرا هم ندارن و به خاطر اینکه ندارن این حرفو میزنن، این حرفو میزنن که دیگران هم استفاده نکنن. ما چون نیروی مسلح نداریم اگر بدون سلاح وارد صحنه بشیم و اعلام بکنیم که میخواییم به جنگیم، نیروی مسلح دشمن قوی تر ما رو میزنه داغون میکنه. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما اینه که خیلی خوب، شما که سلاح ندارید، سردار سپاه میگه، میگه اگر میخوای خون بدی بیا تو خیابون، نه وقتی که میخوای حرف بزنی، نه وقتی که میخوای وراجی کنی. وراجی میتونی بکنی، بکن تا جونت درد، اگر جرأتشو داری، قدرتشو داری، بیا توی صحنه. بنابراین حرف نزن. و این نتیجه شه، نتیجه عملیش دقیقا اینه که بدون این که حتی کوشش کنی که نیروی مسلح به وجود بیاری تو ببازی، صحنه رو براش خالی میکنی. او میگه بیا بجنگ، تو میگه نه من چون ندارم. حرف آخر اینه دیگه، آه من چون ندارم پس میشینم اینجا ور میزنم، مبارزات مدنی میکنم. هیچ مبارزه، حتی بلوک شرق که در مبارزات به اسم مبارزات مخملی شناخته شد، ترویج شد، تبلیغ شد در بلوک شرق، آقا این مبارزات مخملی انجام هم نمی شد بلوک شرق تغییر میکرد. اگر این مبارزات در لهستان انجام نمی شد لهستان به اتحادیه اروپا می پیوست، کما اینکه مجارستان قبل از اینکه اتحاد جماهیر شوروی از بین بره معاملات حدود 40% معاملاتش با اروپا انجام می شد.
این مبارزات مخملی فقط برای به وجود آوردن احزاب بخصوص در بلوک شرق بود، نه برای آزادیش. پیمان ورشو از هم پاچیده بود برای اینکه قراردادهای بیشماری غیر از قرارداد پیمان ورشو فدراسیون روسیه که اسمش بعدا شد فدراسیون روسیه با تمام این کشورها داشت، با همین آذربایجان، آذربایجان شمالی هنوز که هنوز قراردادهای روسیه پا بر جاست، با اوکراین، با جاهای دیگه. تو سیاست جهانی من وارد نیستم، بریم بپرسید خودتون، بریم بپرسید ببینید اصلا این بازی ها یک جریان یک دنیای دیگری بود، به درد ما نمیخوره. درد ما مسائلی است که بتونه پاسخگوی فراخوان سردار سپاه باشه. آقا اومدن فکر میکردن میخوان خون بدن، نتونستن، اولین پخ و چخی که کردیم رفته. راستم میگه هیچ مبارزه مدنی بدون پشتیبانی مسلح امکان پذیر نیست، هیچ جای دنیا به وجود نیامده، هیچ جا. یک دروغ بزرگیه، یک دروغ بزرگیست که برای ما ایرانی ها ساخته شده که بیان تبلیغ کنن، حرف ما رو دیگه گوش نکنن، بیان میگن ببین آها وایس آف آمریکا گفته، بی بی سی گفته، اعتراضات توده ای، ببینی در مصر چه تکونایی دارن میخورن، نگاه کنی در سوریه چه کارهایی دارن انجام میدن، که تازه سوریه و جاهای دیگه نشون داد که مبارزه مسلحانه از پشت ماجرا، اگه ولشون کنی اینا میزنن. بعد یار صدیق فرود فولادوند در لس آنجلس بشینه این مطالب رو بشنوه، زمانی که بچه های ما نیاز به پشتیبانی دارن بگه که اینا تروریستن، و بعد از 3 سال به ما بگه که نظرت درباره بی غیرتی مردم ایران چیه. نتیجهش اینه، اینو میخوان، اینو خواستن. و ما اگر این سطر رو نشکنیم هیچ وقت به جایی نمیرسیم. نگاه کنیم به تجربیات خودمون، ما تجربیاتی داریم. جنبش تندر، انجمن پادشاهی فعالیت های خودشو کرده و ما میدونیم چقدر ضعیفن، میدونیم ضعیفن. قدرت اینها دقیقا در قدرت تبلیغاتشونه، قدرت اینها در پشتیبانی ابرقدرت هاست. هنوز به این دعواها توجهی نکنید، هنوز که هنوزه این حکومت داره به این قدرت ها سود میرسونه، در این تحریم ها داره سود میرسونه و تا ابد هم سود خواهد رسوند. تا زمانی که ما این حکومت رو تهدیدش نکنیم، تخریبش نکنیم، حمله بهش نکنیم، این سودرسانی ادامه خواهد داشت. این سودرسانی به ابرقدرت ها کماکان ادامه خواهد داشت. اگر ما نیروهای خودمون رو پشتیبانی نکنیم، پشتیبانی برای سیاست مشت و گلوله، حرف دیگه ای ما نمیزنیم، چیز دیگری نمیگیم، نه به دنبال رفراندوم های قلابی زیر نظر ابرقدرت ها هستیم، نه به دنبال کنفرانس واشنگتن هستیم، نه به دنبال لابیگری به قول چاچوله بازها لابیگری برای ملت ایران هستیم، نه به دنبال این هستیم نیرویی که در ایران موجود هست و روز به روز هم در حال رشد هست رو پشتیبانی کنیم، پشتیبانی فکری، معنوی و تبلیغاتی در خارج کشور، که لبه تیز حملش علیه این سیاست هاست، سیاست هایی که میخواد جلوی این کار رو بگیره، سیاست هایی که ما رو تحریم میکنه، ملت ایران رو تحریم میکنه. فکر میکنید این تحریم ها به سود مبارزات ما بوده؟ بد کردن اوضاع اقتصادی در ایران فکر میکنید به سود مردم ایرانه؟ نیست. اولین ضرری که تا الان زده اینه که بچه های ما پول ندارن
خارج اینترنت کنن و ارتباطشون با خارج کشور داره قطع میشه. فکر میکنید اینا حساب شده نیست؟ حساب شده است. حساب شده است که بودجه بچه های ایران قطع بشه. حساب شده است که ارتباطات مختل بشه. حساب شده است که بایکوت خبری روی فعالیت های انجمن پادشاهی وضع بشه. حساب شده است که نظرات انجمن پادشاهی تحریف بشه. همه اینا حساب شده است. و شما هم رزم قدیمی هم رزم جدیدی، طرفدار فرود فولادوند، طرفدار انجمن پادشاهی، طرفدار سیاست مشت و گلوله، امروز روی سخن من با توست. روی سخن من با توست که میتونی در این دوران کارساز باشی، میتونی ارتباط برقرار کنی، تواناییات رو در اختیار انجمن پادشاهی قرار بدی، اون چیزی که میتونی، اون چیزی که بلدی، سینه سپر کنی، در میدون ظاهر بشی، با یاران دیگه صحبت بکنی. این کار رو 3 سال پیش نکردی، دیگران مجبور شدن تاوانش رو بدن. زمانی که حملات آغاز شد، اولین فشار سیاسی به وجود آمد، خودتو کنار کشیدی، چه بسا الان هم کنار میکشی. انتظار زیادی ما از خارج کشور نداریم، این کاملا درسته. انتظار زیادی بخصوص از آمریکا و کانادا نداریم. میدونی چرا؟ برای اینکه اکثر خانواده ها آخرین ایستگاه زندگیشون اینجاست. زندگیشون رو فروختن، یک گرین کارتی گرفتن، مهاجرتی کردن، به مکانی اومدن، آب و هوای خوب یا بد، یه شغلی دست پا کردن، بیزینسی را انداختن و اون چیزی که برای خودشون تصور کردن این است که یک فعالیت فرهنگی انجام بدن، احساسات خودشون رو تسکین بدن، تحقیرهایی که در ایران شدن رو التیام ببخشن، زخمایی که خوردن رو درمان کنند، بچه‌شون رو به مدرسه بفرستن، به دانشگاه بفرستن و احیانا اگر دلشون برای بدبختی ایران تنگ شد، یه برنامه میبودی، یه برنامه خبری دیگه و یا برنامه بسیار خنددار و لذت بخش پارازیت رو در وایس آف آمریکا نگاه کنن. این چیزی است که ما از مهاجرین آمریکا میشناسیم. روی سخن من با اونها نیست. اونها اومدن که بمونن. اونها اومدن که هر از گاهی هم حالا مسناش سفری به ایران بکنن، فخری بفروشن. ما گلیبمون از آب کشیدیم، ما وضعمون خوبه الحمدلله، ماشینمون هم داریم، پیمنتمون هم میدیم، خونمون هم ساختیم، اکونومی خود بده، حالا الحمدلله درست میشه و بابا میاد درستی کنه. عیاش هاشم بساط بزمی در تهران، در نیاوران یا جاهای دیگه و دختران نگونبختی که توی دست پاشون میشناسیم دیگه، میشناسیم، هم رزم قدیمی هم رزم جدیدی، میدونی دیگه، اینها رو میشناسی. میدونی چرا اینجوری شده؟ به خاطر عقب نشینی تو. تو دست کم میدونی که داستان چیه. اگر شاگرد فولادوندی میدونی که دست کم اوضاع چیه. تو همه بدبختی ها رو میشناسی. میدونی هم راه حلی غیر از راه حل فولادوند موجود نیست. روی سخن من با توست. آیا این مسائل رو میدونی؟
تو بهتر از من شاید میدونی که این حرفایی که در مورد مبارزات مدنی زده میشه، زجری که در ایران کشیدی با مبارزات مدنی از بین نمیره، تو اینا رو که بهتر از من میدونی. تو بازکشایی تازینامه رو بهتر از من میدونی، بهتر از شاید الان صدها بار فیلمش رو توی یوتیوب تماشا کردی، شاید الان بهتر از خود فرود فولادوند تو این مسائل رو بدونی. میدونی که اینا با این مسخره بازی ها از بین نمیرن. کارتو دست کم نگیر، کارتو دست کم نگیر، برای اینکه امروز بچه های ایران به تو نیاز دارن، امروز به رسانه‌شون احتیاج دارن، برای اینکه عملیاتشون رو شروع کنن، نه برای اینکه بیایم الان دوباره سریال بازگشایی تازینامه رو بذاریم که میذاریم. الان نیاز به رسانه خبری خودشون رو دارن، نه رسانه خبری که فیلتر میشه، تهیه میشه، یک دفعه یک خانم میخواد سنگسار بشه اون میشه اصل مطلب، یک دفعه یک فیلم بی سر و ته تحریف شده از ایران برای اسکار آورده میشه و اون میشه مطلب اصلی برنامه. اون رسانه رو احتیاج ندارن، به پشتیبانی تو نیاز دارن که وقتی عملیاتشون رو آغاز کردند اخبارش تحریف نشه، اخبارش که در مورد هویت این گروه، هویت این سازمان صحبت میکنه، از سوی رسانه های مانند وایس آف امریکا تحریف نشه، از سوی خودش تبلیغ بشه. این نیاز ماست. این نیاز ماست که صحنه را خالی نذاریم. در جلسه آینده ما صحبت های زیادی داریم، در جلسه آینده تک به تک تمام این نظریات منحرف کننده رو ما مطرح خواهیم کرد، از داستان آقای مخمل باف و سازگارا و همکیشانش در تمام جناح ها، که چه سلطنت طلب، چه مجاهد، مجاهدای مسلح مام شدن تلویزیون چی، خدای من، زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود همه اسلحه به دست داشتن، الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن، خدای من. بگذاریم، در تمام جناحاش مورد بحث ما خواهد بود. این الان سومین جلسه صحبت های ماست، ممکنه از همه چیز ما گفته باشیم و جست گریخته باشیم، هدف ما این است تا افراد مختلفی رو مورد خطاب قرار بدیم، از مبارزات مدنی بدون خشونت ما مطلب خواهیم گفت، تا رسیدگی به اون چیزی که به عنوان اهداف ملت ایران بیان شده. اگر در سابق آدم ها میمدن، شخصیت ها میمدن، صاحب نظران میمدن، مدعیان صاحب نظری وارد صحنه میشدن و بیان نامه و نمیدونم بیانیه 16 ماده‌ای و 17 ماده‌ای و 23 ماده‌ای میدادن، امروز کارشون به جای رسیده که میشنن پلو همدیگه میگن اگر شما سه اصل رو قبول کردین با ما هم پیمان هستین. به شما خواهیم نشون داد که همین افراد که خواستای مردم ایران رو به سه اصل محدود میکنن جزو حقبازترینشون هستن. به شما نشون خواهیم داد که اهداف ایران فراتر از این مطالب هست و این فراتر از مطالب نمیم سه ماده 16 ماده و ائتلاف های گندیده در واشنگتن و انگلستان و جاهای دیگه هست، و به خاطر همین هم هست کسی بهش رجوع نمی کنه. تو اگر مسائل منو
مورد هدف خودت قرار نمیدی همون اول باختی. برای چی من بیام با تو هم پیمان بشم که به خواست های من اصلا توجه نمی کنید، اصلا برنامه نیست. میگی سه اصل رو بپذیر، تمامیت ارضی، دموکراسی، نمیدونم دو تا چیچه که مرتب این سومیش هم تغییر میکنه بسته به این که کی با کی داره میخواد ائتلاف بکنه. از اونجا ختم خواهد شد که اصلا اهداف چیست. یکی از مسائل اینه که وقتی هدف رو شما معین نکنی و پر از پرسش بین شنونده باشه، خب مسلمه به شما نمیپیونده. برای چی بپیونده؟ ما باید مطالب که مربوط به اهداف ملت ایران رو هست مطرح بکنیم. آقا شما اومدی تو میدون، باید بگی اول چی میخوای و همه رو حواله ندی به یک رفراندومی که معلوم نیست کی رئیسشه، معلوم نیست کی رأی میندازه توی صندوق و کی میشمره و کی آخرش از توی صندوق در میاد. اگه بخوای به اون حواله بکنی، معلومه هیچ کس به شما نمیپیونده، اصلا نمیپیونده. و کسانی که این مطالب رو مطرح میکنن آمدند که کسی بهشون نپیونده. به صحبت من روز سه‌شنبه توجه کنید، اینها ملخهای عقیم شده هستند که مخصوصا توی کشتزار ایران فرستاده شدن، مخصوصا برای اینکه اینا تخ بریزن، برای اینکه اینها جفتگیری بکنن و چیزی از توش در نیاد. زمان ما به پایان رسید، الان 57 دقیقه است از برنامه میگذره. ما میخوایم بچه های مؤدبی باشیم و تلویزیون آپادانا را اذیت نکنیم با اضافه وقت. جمشید شاهمهد هستم. شماره تلفن 818-921-70-75 تلفونی است که با خود من تماس خواهید گرفت. نظراتتون به خصوص از سوی بچه های انجمن پادشاهی طرفداران فولادوند رو طالب هستم. با ما صحبت بکنید، ببینیم چی میگید. آیا حاضر هستید در این نبرد شرکت بکنید؟ آیا حاضر هستید بخشی از توان خودتون رو در کنار اینکه پیمنتتون رو میدین، تلویزیون میبودی یا تلویزیون دیگر رو هم تماشا میکنید، تفریحتون هم میکنید، آیا حاضر هستید بخشی از توانتون رو در پشتیبانی بچه های ایران به کار ببرید؟ آره یا نه؟ آیا هنوز به صحبت های فرود فولادوند وفادار هستید یا نه؟ اینها مطالبی است که از شما میخوام بدونم. و تا بدرود میگم با شما تا روز سه‌شنبه ساعت 5 تا 6 به وقت لس آنجلس در تلویزیون آپادانا. این برنامه از تلویزیون آپادانا امشب ساعت 9 تا 10 شب پخش میشه. تکرار اون رو آقای ستار دلدار گفته همیشه ساعت 2:30 شب به وقت کالیفرنیا انجام خواهد شد که وقتی است مناسب برای اروپا و چه بسا ایران. اما این چند وقت گذشته که من نگاه کردم خود تلویزیون قطع بود، یه مقدار اشکالات فنی هست که اون امیدوارم هرچه سریع برطرف بشه. پاینده ایران، چیزی که پاینده میماند، برقرار آیین ریشه‌ای که تمام نیازها و بهترین ها از تجربیات ملت ایران در این 6000 ساله در او جمع شده و کوبنده تندر مرگ جمهوری اسلامی. بدرود. سینه از پاد خواد خواد قلب یونان شاد.